خب بریم یه درسنامه بسیار بسیار خوب و مفصل اول از آزمایش توریچلی بریم دوباره بعد بریم در جلوتر به حل مسئله بپردازیم توریچلی اومد یک تشتک بذار اینجا بکشم پر از جیوه انجام قرار داد حالا من اینجا بلدی دیگه حالا اینو میکشم این چی هست جیبه هست خوب بعد از آب استفاده نکرد دقت کن ببین چی دارم میگم از آب استفاده نکرد یعنی توری چلی حالا باید این علتشم بفهمیم چرا خیلی قشنگ علتشه بدونی توری چلی در آزمایش خودش از آب استفاده نکرد بعد یک لوله وارون درسته در تشتک بذار حالا لوله بکشیم قشنگ کیف کن یک لوله وارون بر روی این قرار داد حالا لوله ها یا اگر بخواد حالا روی این قرار بده من خیلی لوله را بزرگ میکشم خب حالا بذار ببینیم اینه کشیدنش یه ذره سخت میشه خب حالا این دلیل میخوام اینجا بهت بگم خیلی قشنگه درسته خب حالا تقریبا لوله ای را که تورو چلی انتخاب کرده بود 80 سانتی متر بود داخل جیبه قشنگ دقت کنین درس نامه را قصه نمیگم فیلم سینمایی هم پخش نمیشه باید وقتی که فیلم نگاه میکنی یادگیری با حوصله است اینجا آبه چلی میدونست چگالی جیوه اشجی حدوداً 13 ممیز 6 گرم بر سانتی متر مکعبه چگالی آب روی آب اشتو او برابر با یک گرم بر سانتی متر مکعب درود بر آقای توریچلی چون چگالی جیوه یک گرمه بعد اولا لوله هایی که استفاده کرد لوله های استفاده شده حواست باشه لوله موین نیستن لوله با قطرهای معمولی لوله موین 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 چرا من میگم موین نیستن درسته لوله موین نیستن اگر ما این را مثلا در کنار سطح دریا بذاریم خب جیوه در داخل این نسبت به سطحش اینجا هم خلعه یعنی داخل لوله هوا نیست به علت فشاری که بر سطح مایه وارد می شود فشار هوا پی صفر درسته؟ این در لوله شروع میکنه بالا رفتن که فشار هوا در کنار دریا ولی اگر این آب بود آب استفاده میکرد ده متر رو میرفت بالا درسته؟ خب یه لوله ده متری میخواد اصلا میشه مگه ده متری رو تهیه کرد و نگهداری کرد به خاطر همین چون چگالی جیوه کمتره بیشتر چگالی آب کمتره به خاطر همین ارتفاع لوله زیادی لازم داشت بس بیخیال این شد گفت جیبر استفاده کنم که چگالیش سیزده ممیز شیش دهم برابر نسبت به چی هست؟ نسبت به آب. در کنار دریا آنچه که اتفاق افتاد این هفتاد و شیش سانتیمتر رفت بالا گفت فشاری از هوا پی سفر که باعث می شود جیوه در داخل لوله هف... اگر لوله از قطر باریکترم استفاده کنه باز 76 موی نباشه لوله مویین نیست باز 76 سانتی متر میره بالا اصلا بستگی قطر لوله های استفاده شده ندارد این حواست باشه بستگی به قطر لوله های استفاده شده تمام نکات دارم بهت میگم استفاده شده ندارد به خاطر اینکه فقط ناشی از پیسف و فشار اطراف اطراف است که به این سطح مایه فشار وارد میکنن سطح جیبه چون اینجا هم خله هست یعنی هوا ندارد جناب جیوه شروع میکنه فشار سطح دریا که بیشترین سطح هست 76 سانتیمتر میره بالا که اومدن گفتن یک اتمسفر را گفتن یعنی فشاری از هوای اطراف که در آزمایش چلی باعث بشه ستون جیوه در داخل لوله 76 سانتی بره بالا یا 760 میلی جیوه بره بالا بس فهمیدی که از آب هم استفاده نکرد بعد مهمترین نکته اینه که در اصل ارتفاع ستون ارتفاع ستون جیوه اینه دیگه گفتیم استفاده نشده ها متناسب با چی هست ناشی از اصلا اینجوری نگیم ناشی از فشار درسته هوای بیرون است بر سطح مایه بیرون است که بر سطح مایه وارد می شود این از توضیحات خوبی که حالا ما برای آزمایش چی انجام دادیم آزمایشی توریچلی انجام دادیم. درسته؟ بس حواست باشه ما اینجا در اصل فشار سنج توریچلی را فهمیدیم. خب حالا من میدونم که اینجا هم اگر بخوام نقطه همترازی ایجاد کنم این نقطه این نقطه درسته؟ باید چی باشه؟ فشارشون برابر باشه دیگه این حواست باشه دیگه این نقاطی که الان با قرمز مشخص میکنم آبی پر رنگش کنم بدونی درسته؟ به خاطر نقطه همترازی این یادت باشه ها این مایه این بالا رفته به خاطر نیست این ناشی از فشار هواست خیلی قشنگه درسته؟ یعنی این نقاط آ و بی و سی همتراز هستن درسته؟ درسته؟ پس میتونیم بگیم که درسته؟ در اینجا چه نخت فشار ناشی از چیه؟ فشار ناشی از فشار هواس. پس در این نقطه هم فقط فشار فشار ناشی از هواس به خاطر همترازی. در نقاط همترازی باید مایع زیر نقاط یکسان باشد. مایع زیر نقاط یا خط همترازی چی باشد؟ یکسان باشد. مایع یکسان باشد با چگالی های متفاوت نشان داده نشود یعنی در اصل اینجا هم درسته خیلی خیلی ساده هست که اصلا کار سختی نخواهد بود از همون پی مساوی مساویس با روژه اچ به دست میاد فشار هوا فشار هوا از رابطه پی مساوی است با رو جه اچ به دست میاد یعنی این فشاره یعنی فشار هوا رو میخواییم ببینیم چقدره چگالی دیوار ضرب در ده میکنیم ضرب در اچ میکنیم یعنی فشار چقدره؟ 76 سانتی متر رفته بالا قطعا به یک اتمسفر خواهی رسید خیلی سوال سوال سختی نیستش نکته هم نکته سختی نخواهد بود بعد از این باز باید من سوال چهار جوابی مطرح کنم تا شما بتونی اول خودت حل کنی بعد من حل کنم خوب مسلط بشی